سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم با هم دیگه 8 نشانه مهم که مربوط به کمبود اکسیژن در خون میباشه رو براتون توضیح خواهیم داد و همینطور 6 روش مفید رو که برای افزایش اکسیژن در خون مفید میباشد رو در این ویدیو براتون توضیح خواهیم داد. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. شاید بعضی موقعا متوجه شده باشید که سطح اکسیژن خون شما پایینه. هنگامی که از طریق ریه‌های خود تنفس می‌کنید، اکسیژن هوا رو دریافت می‌کنید تا از این راه گازی به نام اکسیژن به گلبول‌های قرمز خون منتقل می‌کنید تا از طریق بدن به اندام‌های داخلی، بافت‌ها، عضلات و سلول‌های بدن رو تغذیه کنه. اکسیژن بسیار مهمه، زیرا به تمام سلول‌های بدن می‌رسه تا انرژی بسازه. متاسفانه بسیاری از مردم از سطح پایین اکسیژن خون برخوردارن که میتونه به مرور زمان به سلولهای قلب، کبد و مغز آسیب جدی برسونه. اما در وهله اول چه چیزی باعث کاهش سطح اکسیژن خون میشه؟ شاید از بیماری‌های مزمن ریوی گرفته مانند آسم، برونشیت، آمفیزوم یا زاتوریه باشه و یا سیگار کشیدن که میتونه هموگلوبین رو مسدود بکنه و ظرفیت ذخیره شده اکسیژن در خون رو کاهش بده. سطح بالای هورمون استرس به نام کورتیزون یا استراب هم میتونه باعث بشه سطح اکسیژن در بدن نامتعادل بشه. معمولاً ضربان قلب یک فرد متوسط 60 تا 100 ضربه در دقیقه میباشه. شما میتوانید با استفاده از دو انگشت در قسمت داخلی مچ نبض خود را بشمارید. همینطور اگه هنگام استراحت ضربان قلب شما بیشتر از حد معمول باشه و یا شاید زمانی که در خواب هستید و در رخت خواب دراز کشیده اید میتوانید ضربان قلب خود را بشنوید، نشان دهنده اینه که سطح اکسیژن خون پایین میباشه. بنابراین قلب بایستی که سخت‌تر کار بکنه تا خون اضافی بیشتری رو در بدن به گردش برسونه. اگه فردی از درد قفسه سینه، گرفتگی عضلات یا آنژین صدری که باعث گرفتگی قلب میشه رنج میبره، این میتونه نشان دهنده این باشه که اکسیژن خون کمه و ممکنه نیاز به مصرف بیشتر الکترولیت ها، مواد معدنی، مواد غذایی غنی از ویتامین ای، ویتامین B که برای کمک به اکسیژن رسانی بسیار مهمه. زمانی که اکسیژن کافی به مایچه‌ها نمیرسه، شخصی قلب ضعیف‌تری داشته باشه، معمولاً کمبود ویتامین C در بدن مشکل به وجود خواهد آورد. نشانه بعدی ناخن‌های شکننده هستند. ناخن صورتی و صاف با خطوط عمودی ظریف نشانه خوبی است که فرد سالمه. با این حال اگه ناخون بسیار رنگ پریده باشه، میتونه نشاندنده کم خونی باشه که درون هموگلوبین کافی در خون وجود نداره. اگه ناخونها بسیار شکننده و خطوط عمودی برآمدگی عمیق رو در ناخون به وجود آوردند، این نشانه ایست از کم خونی و آسیب عصبی به بافت ناخون میباشه که به دلیل سطح پایین اکسیژن ایجاد میشه. نشانه بعدی رنگ آبی پوسته که در برخی موارد ممکنه آبی پررنگ در قسمت لبها مشاهده بشه. این وضعیت سیانوز نامیده میشه و زمانی اتفاق میفته که اکسیژن کافی به بافتها نمیرسه. این وضعیت میتونه بسیار ناگهانی ایجاد بشه و معمولاً با تنفس سنگین همراه خواهد بود. در این شرایط فرد بایستی که فوراً به پزشک مراجعه کنه. نشانه بعدی سردرگمی و گیجیه که اگه اکسیژن کافی به مغز نرسه، اغلب احساس گیجی، بیحالی، خستگی و بی‌تحرکی ایجاد میشه. این مشکل اغلب به دلیل کمبود ویتامین B1 یا تیامینه که باعث آسیب به اعصاب و نورون‌های مغز میشه. این مشکل اغلب با خوردن مقادیر زیادی شکر یا کربوهیدرات‌های تصفیه شده ایجاد میشه. بنابراین اگه برخی از علائم رو تجربه کرده اید، لطفاً برای درمان سریعاً به پزشک مراجعه کنید. همینطور استفاده از دستگاه کوچکی به نام اکسیمتر برای بررسی سطح اکسیژن خون در خانه مفیده که به بررسی سطح اکسیژن در خانه جون کمک کنه. اگه دستگاه اکسیمتر حدود 95 تا 100 درصد از مقدار اکسیژن رو نشون بده، علامت طبیعی برای بدن خواهد بود. اما اگه سطح اکسیژن به زیر 99 برسه، قطعاً یک مشکل اساسی وجود داره. در صورت تمایل میتونید پالس اکسیمتر رو برای استفاده در خانه تهیه بکنید که شبیه گیره کوچکی است که روی انگشت سبابه قرار میگیره و نسبتاً ارزانه.
حالا 6 نکته ساده در سبک زندگی رو بررسی میکنیم که از این روش ها برای افزایش سطح اکسیژن در بدن استفاده میشه. اولش اینه که ابتدا مطمئن شوید که غذاهای غنی از آهن مصرف میکنید. این نوع آهن که به پروتئین حیوانی در صدف، ماهی ها، گوشت گاو و در جگر موجود هستند، به طور طبیعی حاوی ویتامین های B12 هم میباشند که با ویتامین آهن مرتبطند و گلبول های قرمز رو افزایش میدن تا اکسیژن بیشتری ذخیره بشه و سریق خون حمل بشه تا کربوهیدرات های تصفیه شده رو کاهش بده. کربوهیدرات هایی مانند شکر، سودا و غلات تصفیه شده مانند آرد، نان، گندم، پاستا، پنکیک، شیرینی و بسکویت. روش بعدی این هست که برای بهبود عملکرد قلب و افزایش سطح اکسیژن 3 غذای طبیعی غنی از ویتامین ای رو مصرف بکنید. دانه های تخمه آفتابگردان، آووکادو، روغن زیتون خالص و بکر، شاتوت، فندق و همه سبزیجات سبز رنگ که در کنار آن میتوان از مکمل قوی ویتامین ای هم استفاده کرد. مورد بعدی پیاده روی طولانیه. پیاده روی طولانی با سرعت آهسته در مناطقی که تعداد زیادی درخت و گیاه وجود داره میتونه کمک شایانی به افزایش اکسیژن خون بکنه. هر روزه حداقل 30 دقیقه پیاده روی کنید. ورزش ملایم، هوای تازه و اسانس های آزاد شده از درختان به تقویت گردش خون و اکسیژن رسانی خون کمک شایانی میکنه. مورد بعد این هستش که روزانه از انواع توت هایی که دارای گلیسیمی پایینند اما آنتی اکسیدان بالا هستند استفاده کنید. برای افزایش سطح اکسیژن میتونید از زغال اخته، توت فرنگی، انگور و توت استفاده کنید. مورد بعدی این هستش که سعی کنید روزانه حداقل 1 لیتر آب معدنی بنوشید تا بدنتان را هیدراته نگه دارید و این کمک میکنه که تبادل اکسیژن در بدن به راحتی انجام بشه. مورد بعدی این هستش که صبح 3 قاشق غذاخوری توت له شده رو با 1/4 قاشق چایخوری نمک سلتیک یا هیمالیا با 19 اونس آب معدنی گازدار مخلوط کرده و از این نوشیدنی سالم و خوشمزه لذت ببرید. این نوشیدنی باعث بهبود اکسیژن خون و افزایش الکترولیت های بدن میشه. با این حال باید که توجه داشت برخی از افراد ممکنه نیاز به مصرف ویتامین های قوی تری برای بهبود سطح اکسیژن خود داشته باشند تا از این طریق ویتامین های مورد نیاز اکسیژن خون رو تقویت کنند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.